در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از نتایج کمیته بررسی یورش به کنگره آمریکا، آخرین وضعیت جو بایدن پس از ابتلا به کرونا، درخواست سوریه از سازمان ملل برای محکومیت رژیم صهیونیستی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 1 مرداد، شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به 574,150,000 و 6,405,000 نفر نزدیک شد. همچنین بیش از 543,760,000 نفر از کرونا بهبود یافتند. آمارها نشان می‌دهد موج اخیر کرونا در برزیل روندی نزولی به خود گرفته است. در حالی که تعداد مبتلایان به کرونا در قاره سبز کاهش یافته، اما آمارها از افزایش مبتلایان در ترکیه خبر می‌دهد. در ادامه روند افزایشی مبتلایان جدید در هند، این کشور روز جمعه بیشترین فوتی‌های روزانه خود در 3 ماه اخیر را ثبت کرد. در سوی دیگر جهان نیز کره جنوبی پس از گذراندن موج سهمگین کرونا اکنون با موج جدیدی از این بیماری روبرو شده است. همچنین با رکورد شکنی کرونا در ژاپن و شناسایی بیش از 180,000 مبتلای جدید در روز جمعه، این کشور شاهد بیشترین شمار مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری بوده است. تحولات تازه در جنگ اوکراین. در یکی از مهمترین تحولات اخیر در جنگ میان روسیه و اوکراین، مسکو و کیف توافق آزادسازی غلات از بنادر اوکراین را امضا کردند. توافقی که باعث می‌شود صادرات 20 میلیون تن غلات از بنادر اوکراین که روسیه مانع از صادرات آنها شده بود، تسهیل شود. این توافق پس از هفته‌ها مذاکره و با میانجیگری ترکیه روز جمعه در شهر استانبول به امضا رسید. در سایر تحولات جنگ در اوکراین، نظامیان اوکراینی برای بازپسگیری شهر اشغال شده دونتسک در منطقه دونباس با نیروهای روس درگیر شدند. یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده روسیه روزانه شاهد صدها تلفات در میان سربازان و نیروهای درجه دار خود است که این اتفاق باعث شده زنجیره فرماندهی این کشور در جنگ با اوکراین دچار مشکل شود. همچنین رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده آتش‌بس با روسیه بدون بازپسگیری مناطق اشغال شده اوکراین تنها منجر به طولانی شدن جنگ و گسترده تر شدن دامنه آن می شود. نتایج کمیته بررسی یورش به کنگره آمریکا. استیو بانون، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، از سوی دادگاه فدرال این کشور محکوم و مجرم شناخته شد. محکومیت آقای بانون پس از آن اعلام شد که او از همکاری با کمیته تحقیق درباره یورش به ساختمان کنگره آمریکا خودداری کرده بود. طبق گزارش‌ها، استیو بانون که در 7 ماه اول ریاست جمهوری ترامپ مشاور وی بود، در روزهای قبل از یورش 6 ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا با ترامپ به تبادل نظر می‌پرداخته است. در صورت نهایی شدن این حکم، بانون با 2 سال زندان و جریمه $200,000 روبرو می‌شود. همچنین روز پنجشنبه و پس از استماع اظهارات شاهدان، دونالد ترامپ از سوی کمیته تحقیق درباره حادثه کنگره به کوتاهی آمدانه در متوقف کردن یورش هوادارانش به ساختمان کنگره متهم شده بود. این کمیته با تاکید بر اینکه ترامپ به سوگند ریاست جمهوری خود خیانت کرده، خواستار عواقب شدید برای او و همراهانش شده است. ایتالیا در مسیر انتخابات زود هنگام. به دنبال دومین استعفای ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، طی 1 هفته این کشور به سوی انتخابات زود هنگام پیش می رود. آقای دراگی نخستین بار با از دست دادن حمایت یکی از اصحاب سیاسی پارلمان کنار گیری خود را اعلام کرد، اما این درخواست با مخالفت سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور ایتالیا، مواجه شد. اما پس از دومین درخواست استعفای وی در روز پنجشنبه، رئیس جمهور ایتالیا با این درخواست موافقت و دستور انحلال پارلمان را صادر کرد، اقدامی که به معنی برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور است. این انتخابات در ماه سپتامبر برگزار می شود و تا آن زمان ماریو دراگی به عنوان نخست وزیر موقت به فعالیت خود ادامه می دهد. آخرین وضعیت جو بایدن پس از ابتلا به کرونا. طبق اعلام مقامات کاخ سفید، وضعیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پس از ابتلا به کرونا در روز پنجشنبه بهبود پیدا کرده و درمانها مؤثر واقع شدند. به گفته پزشک معالج رئیس جمهور 79 ساله آمریکا، آقای بایدن که پیش از ابتلا تمام دوزهای اصلی و یادآور کرونا را دریافت کرده بود، علائم خفیفی مانند آبریزش بینی، خستگی و سرفه‌های گاه به گاه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین روز جمعه در یک جلسه مجازی با حضور مشاوران اقتصادی شرکت کرد. درخواست سوریه از سازمان ملل برای محکومیت رژیم صهیونیستی.
به دنبال حمله موشکی روز جمعه ارتش رژیم صهیونیستی به دمشق پایتخت سوریه، این کشور خواستار محکومیت اسرائیل از سوی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان شد. در این حمله 3 نظامی جان باختند و 7 نفر زخمی شدند. وزارت خارجه سوریه اعلام کرده این کشور حق پاسخگویی به این تجاوز در چارچوب قوانین بین‌المللی را محفوظ می‌داند.